سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: ظهور جریان تازه سیاسی مخالف حکومت وحدت ملی با شعار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری. اپوزیسیون تازه با رهبری انوارالحق احدی اعلام موجودیت کرد. اپوزیسیون یو من لدی حکومت سر جوړخ په فکر کې نه یو. دا حکومت جوړېدو نه دی، یوازې د دې حکومت قانوني بدلون افغانستان ته نجات ورکوي. خوشبینی ها از قاطعیت پاکستان در گفتگوهای صلح واقعی یا خیالی؟ برخی از آگاهان از قاطعیت پاکستان در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان خوشبین هستند. مشاور امنیتی پاکستان به قاطعیت به ما گفت که مخالفین دولت افغانستان طالبان هر کس که است اگر صلح میکنن ما لبیک میگیم، اگر کسی به سلطن نمیده با تمام نیرو را سرکوب میکنیم و علیشان میجنگیم. وضع مالیات بر رسانه های افغانستان در پاکستان. مقام های پاکستانی میگویند که بر اساس قانون تازه رسانه های افغانستان و دیگر کشورها در بدل نشراتشان در پاکستان باید مالیه بپردازند. چینل های کشورهای خارجی که خواستار فعالیت در پاکستان هستند باید اجازه نامه آغاز فعالیت در پاکستان را از وزارت داخلی پاکستان بگیرند. و 17 تن در یک حمله جنگجویان داعش در پایتخت اندونزیا کشته شدند. من فواد امان هستم. جبهه ملی افغانستان نوین به حیث اپوزیسیون حکومت اعلام موجودیت کرد. رهبر این جبهه حکومت وحدت ملی را در تمامی بخش‌ها ناکام می‌داند و می‌گوید که برای پایان دادن به پرایشانی‌های مردم باید انتخابات زودهنگام برگزار شود. انوارالحق احدی رهبر این جبهه از پشیمانی‌اش از رهبران پشتیبانی رهبران حکومت وحدت ملی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری خبر می‌دهد و می‌گوید که مردم بیش از این نباید قربانی بازی‌های سیاسی و غیر قانونی رهبران حکومت شوند. این دومین اپوزیسیون حکومت وحدت ملی است که به رهبری انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه و یکی از حامیان پیشین رئیس جمهور در زمان انتخابات شکل میگیرد. آقای احدی در میان صدها عضو این جبهه می‌افزاید که از شعار پراگنی های حکومت به سطوح آمده است. من اپوزیسیونیو من لدی حکومت سر جوړخ په فکر کې نه یو. دا حکومت جوړېدو نه دی، یوازې د دې حکومت قانوني بدلون افغانستان ته نجات ورکوي. من به باور وی بیکاری، فقر گسترده و بحران مهاجرت از پیامدهای چند دستگی در میان رهبران حکومت وحدت ملی است. من بر دونران صدا میکنم که استدلال عدم موجودیت بدیل استدلال غیر اخلاقی است. مردم ما خواهان تغییر حکومت هستند. اعضای این جبهه را شماری از اعضای پیشین و کنونی شورای ملی، کارشناسان و حتی برخی از مقامهای رژیم طالبان تشکیل می دهند. ورون و عزیزان و منزنه آسیا تاسی آزاد کرده، تاسی مستعمره پاتی. اما کاخ ریاست جمهوری درباره این گفته ها این گونه دیدگاهی دارد. ما خوشبختانه در نظام و کشوری زندگی میکنیم که کثرت‌گرایی را ترجیح میده و جایگاه خاصی برای دیدگاه ها، عقاید و احزاب و گروه های مختلف داره. ولی توقع مردم افغانستان همی است که دیدگاه های مخالف و مختلف و فعالیت احزاب و گروه ها در چوکات قانون اساسی افغانستان باشه. معرفی نشدن لوی سارنوال و شماری دیگر از اعضای کابینه و نیز صادر کردن فرمانهای تقنینی پیاپی از سوی رئیس جمهور بخش دیگری از انتقادهای این جبهه را می‌سازند. حکومت برآوردن اصلاحات و پیشبرد برنامه‌های بزرگ در کشور تاکید می‌ورزد. انوارالحق احدی رهبر جبهه ملی افغانستان نوین با ماست. خیلی خوش آمدین آقای احدی. با ایجاد این اپوزیسیون آیا شما می خواهید که برای پایان دادن به حکومت وحدت ملی انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را زمینه سازی کنید؟ بله، ما فکر می کنیم که حکومت فعلی یک حکومت ناکام است، مشروعیت ندارد و افغانستان از هر لحاظ در بحران قرار دارد و یک حکومتی که مشروعیتش ضعیف باشه، کفایت کاریش ضعیف باشه، اونا نمیتونن که مشکلات افغانستان را حل کنه. ما به فکر یک راه حل قانونی هستیم و راه حل قانونی دایر شدن انتخابات جدید است.
اما چه کار میکنین برای برگزاری انتخابات پیش از وقت در بدل حکومت وحدت ملی؟ خب البته ما با وجدان اینها سر وجدان اینها صدا میکنیم. وقتی که ناکام هستن در اون صورت ما فکر میکنم ناکامی خود باید قبول کنن و اونا خودشان قبول کنن زمینه را برای انتخابات جدید مهیا بسازن. ما حرکتی نمیکنیم که غیر قانونی باشد، پر از خشونت باشد. راستی ما بسیار زیاد اتکا به این میکنیم که توجه اینا را به این موضوع جلب کنیم که حکومتشان ناکام است و باید وجدانن اینها برای زمینه را برای یک انتخابات مجدد مهیا بسازند. اما فکر نمیکنین که اگر چنین یک انتخابات پیش از وقت برگزار شود و بعد بی‌ثباتی ها در افغانستان میافزاید؟ هیچ دلیلی نیست. اگر انتخابات پیش از وقت به بی‌ثباتی بیفزاید، خود او صورت استدلال کرده میتونیم که هر انتخابات ممکن بی‌ثباتی را به میان بیاره. ما در یک دموکراسی هستیم، قرار است که در یک دموکراسی باشیم و در دموکراسی وقتاً فوقتاً انتخابات میشه. چند وقت پیش در یونان انتخابات شد، بعد از 9 ماه اونا انتخابات پیش انگام کردن. چند وقت پیش در ترکیه انتخابات شد، بعد از 5 ماه اونا انتخابات زود انگام کردن. این یک چیز قبول شده در دموکراسی هاست. هر وقتی که حکومت یک مشکل با مشکل روبرو شود که او را حل کرده نتانه، پس به مردم رجوع میکنه تا یک مندت یا یک صلاحیت جدید از طرف مردم کسب کنند. اگر برای اینا رای دادن و اگر یک کسی بر رهبری دیگر رای دادن، اونا مشکلات حل میخواد. اما فکر نمیکنین که شرایط افغانستان خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگر است؟ شما میدونید که این حکومت حتی نمیتونه برای انتخابات پارلمانی هم زمینه سازی کنه. اختلاف های بسیار جدی و همچنان چالش ها سر راه انتخابات پارلمانی آینده وجود دارد. پس چگونه ممکن است انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شود؟ ببینین مشکلات انتخابات دایر شدن انتخابات پارلمانی کاملا مربوط به حکومت است. به این معنی که نه نتونستن کارهای خود به وقت اجرا کنن و یکی از شکایات ماست. اگر ما بگوییم که زمینه برای دایر شدن انتخابات مهیا نیست، مساعد نیست، پس در اون صورت ما کل انتخابات باید از بین ببریم. ریاست حکومت فعلی ما بر اساس قانون اساسی نامده و اگر پارلمان انتخابات پارلمانی و ولسوالی یا همطور به تعویق انداخته شود، در اون صورت کل دولت به یک بحران مشروعیت مواجه می شوند. من فکر می کنم که اگر اینا خواسته باشند حتما انتخابات شده می دانند. چند وقت پیش اینا اعلان کردند که اینا انتخابات ولسوالی ها را دایر می سازند، انتخابات پارلمانی را دایر می سازند. اگر انتخابات ولسوالی ها و پارلمانی را دایر کرده بتانند، چرا همزمان با او انتخابات ریاست جمهوری را هم دایر کرده نتانند؟ اصلا در قانون ما هم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی قرار است که همزمان باشند، ولی متاسفانه که در سالهای قبل هم انتخابات پارلمانی برای سال اول برای یک سال به تعویق افتید و از اون خاطر بود که تقسیم اوقاتش فرق کرد. ولی اگر یا ایست که از طرف حکومت ای یک ادعای دروغ است، از طرف خارجی ها یک ادعای دروغ است که اونا میخواین که سال آینده انتخابات پارلمانی صورت بگیره و اگر انتخابات پارلمانی صورت گرفته میتونه، پس در اون صورت این استدلال غلط است که برای انتخابات ریاستی زمینه مساعد نیست. آقای احدی، با اپوزیسیون شما تا حالا دو اپوزیسیون در برابر حکومت وحدت ملی شکل گرفته. حالا گمان زنی های وجود دارد که این جریان ها در تلاش سقوط حکومت وحدت ملی است. پیش از این رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم چنین یک هشدارهایی را برای مردم افغانستان در میان گذاشته بود. خب ما تبدیل حکومت هم میخواهیم، ولی ما تبدیل سقوط رژیم هم نمیخواهیم. ما میخواهیم که نظام تحکیم کنیم. اصلا حکومت است که از قانون تخلف کرده، از قانون تجاوز کرده و تخلف از قانون باعث ضعف نظام میشود. با اپوزیسیون دیگر خب ما یک اندازه فرق داریم. ما به این نظر هستیم که انتخابات باید صورت بگیرد و اونا اپوزیسیون یا گروه دیگر اونا هنوز امیدوار هستن که با حکومت ممکن کنار بیاین. پیشنهادشان به امو قسم است، ولی ما به اصطلاح یک تقریبا پل خود با امرای حکومت در قسمت سوختاندیم. به این معنا که ما این 16 ماه برای ما تجربه شد. چند وقت پیش ما پیشنهادهای اصلاحات در حکومت کردیم، ولی حکومت یک نیتی پاک نداره. حکومت میخواهد که هم مردم بازی بده، هم سیاستمدارا را بازی بده و روز خود تیر کنه. اما مردم
چگونه بالای شما اعتماد داشته باشن آقای احدی؟ شده اینا رو یاد آور دارن که چند ماه بعد این پروگرام اقتصادی را پیاده میکنن. آقای احدی، ایجاد اپوزیسیون بر رهبری شما واکنش برخی مردم افغانستان هم به دنبال داشت. شما صفحات اجتماعی فیسبوک در واکنش به ایجاد حزبتان خوانده باشین. من نوشته یکی از کاربران فیسبوک میخوانم، شما پاسخ میشه برش بتین. ضعف و ناتوانایی شما، البته مخاطب شما هستین، در حکومت گذشته در دو وزارت کلیدی افغانستان مالیه و تجارت ثابت شده است که برای مردم ثابت شده، مردم اعتمادشان را به حزب و اپوزیسیون سازی از دست دادند. این جریان ها بیشتر دنبال سودجویی های شخصیشان هستند تا منافع ملی افغانستان. با کارگیری ابزاری از مردم و همچنان فریب مردم افغانستان پایان بتین. خیلی کوتاه میخوام پاسخ داشته باشه. خب، اول ممکن یک عکس العمل باشه، ممکن در مقابل 10 عکس العمل مثبت باشه. ما معلومات ما طور است قابل عکس العمل مردم بسیار مثبت بوده به مقابل اعلان ما. دومی که کار ما در وزارت مالیه فوق العاده کامیاب بود و از هر وزیر مالیه که ریکارد ما در اوج بهتر است و همچنان در وزارت تجارت. به اساس ادعای برادر یا خواهر ما فکر میکنیم کاملا بی اساس است. و خیلی کوتاه میخوام در اخیر پاسخ داشته باشم از شما. تجربه حزب و اپوزیسیون در افغانستان نشان داده که این حزب ها دوام نمیارن، پس از مدت از هم میپاشند. آیا اپوزیسیون شما متفاوت تر از حزب ها و اپوزیسیون های گذشته است و ثبات خواهد داشت؟ خیلی کوتاه. خب من فکر میکنم در یک دموکراسی دائم باید اپوزیسیون باشه. این که در افغانستان یک اپوزیسیون منظم نبوده، من فکر میکنم به رشد دموکراسی کمک نکرده و امید است که ما بالاخره به یک اپوزیسیون متحد و واقعی مبدل شویم. امید ما است که امی اپوزیسیون ما باشیم، دیگرایم که هستن ما بالاخره یک وجه مشترک بین خود پیدا کنیم و یک اپوزیسیون قوی و متحد داشته باشیم. انوارالحق احدی، رهبر جبهه ملی نوین افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. ادامه خبرها. برخی از آگاهان افغان که به پاکستان رفتند از قاطعیت پاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح حکومت افغانستان خبر می‌دهند. این آگاهان نخستین نشست چهار جانبه را موفق می‌دانند. در همین حال چهره های سیاسی از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که در روند گفتگوهای صلح هوشیارانه گام بردارد. برخی از آگاهان و چهره های نزدیک به حکومت که به پاکستان رفتند از تلاش های صلح میان افغانستان و پاکستان خوشبین هستند. مشاور امنیتی پاکستان به قاطعیت به ما گفت که مخالفین دولت افغانستان، طالبان، هر کس که است اگر صلح میکنن ما لبگ میگیم، اگر کسی به صلح تن نمیده با تمام نیرو اونا سرکوب میکنیم و علیشان میجنگیم. چهار کشور نقشه را تهیه میکنن و بعدش هم مذاکرات شروع میشه، ولی عوامل هست، عوامل در اینجا وجود داره که میخواد این مذاکرات تحت شعاع قرار بگیره و صلح در افغانستان نه. از سوی دیگر برخی از چهره های سیاسی در کشور از آغاز گفتگوهای صلح محتاطانه استقبال میکنند. حکومت ضرورت داره که یک همسویی با تمام نیروهای داخل دولت ایجاد کنه، همسویی با مردم افغانستان ایجاد کنه، تفاهم ایجاد کنه و برنامه رو مردم افغانستان باید بفهمند. چرا وقتی که میگیم صلح، در واقع یک پروسه ملی است، یک پروژه حکومتی نیست. پس حکومت تاری کارخانه خود انجام نداده. با آنکه شماری از رهبران سیاسی از افزایش ناامنی ها در بهار سال آینده هشدار می دهند، اما از حکومت می خواهند که در روند گفتگوهای صلح باید با یک سیاست بسیار محکم و روشن در برابر طالبان و پاکستان قرار بگیرد. این بار ما ایره بازم به حیث آدم های بسیار در دیده به فال نیک می گیریم که حکومت افغانستان امکان داره به عقل آمده باشه و این بار هوشیارانه قدم بگذاره که این مذاکرات به نفع ملت افغانستان تمام شود. در نشست نخست چهار جانبه در اسلام آباد تمامی طرف ها بر حاکمیت ملی افغانستان تاکید کردند و افغانستان از نتیجه این نشست خوشبین است. قرار است دور دوم این نشست روز دوشنبه آینده در کابل برگزار شود. تا لحظات دیگر. گشایش بخش آنلاین ریاست پاسپورت. سلام مجدد.
پس از این رسانه های افغانستان که در پاکستان نشرات دارند ناگزیر هستند که با پاکستان مالیه بپردازند. مقام های محلی پاکستان میگویند که با عملی شدن قانون میکانیزم در پاکستان رسانه های افغانستان که در پاکستان نشرات دارند باید مالیه بپردازند. رئیس اداره الکترونیکی پاکستان میگوید که بر بنیاد این قانون تنها رسانه هایی که مالیه میپردازند اجازه نشرات خواهند داشت. مقام های محلی پاکستان هشدار می دهند رسانه های خارجی که در پاکستان نشرات دارند ناگزیر هستند تا پس از این مالیه بپردازند. رئیس اداره الکترونیکی پاکستان در یک نشست مشترک فعالان مدنی پاکستان و افغانستان می گوید که با عملی شدن قانون میکانیزم سهولت های بیشتر برای فعالیت رسانه های خارجی به میان آمده است. اما وی تاکید می‌ورزد که در این قانون آمده است که رسانه‌های خارجی باید مالیه سالانه‌شان را بپردازند. چینل های کشورهای خارجی که خواستار فعالیت در پاکستان هستند باید اجازه نامه آغاز فعالیت در پاکستان را از وزارت داخلی پاکستان بگیرند. ما در تلاش هستیم تا سهولت های بیشتر برای آغاز فعالیت رسانه های همگانی در پاکستان فراهم شود، به ویژه در وزارت اطلاعات و فرهنگ و روند طی اسناد قانونی آنها، تا رسانه های خارجی بتوانند به گونه آزادانه در پاکستان فعالیت کنند. در همین حال شرکت کنندگان این نشست از حکومت های افغانستان و پاکستان می خواهند تا سهولت های بیشتری را برای رسانه ها فراهم سازند. هغه کار کې دي شي په خطوګه چې کله د افغانستان خپل رسنې په پاکستان کې موجود وي او دغه رنګ د پاکستان په افغانستان کې موجود وي. میډیاي ما هم در پاکستان بعد از سس مردم پاکستان قرار بگیر، اونا پاسخ های تخنیکی دادن، اما ما به این عقیده داریم که یکی از گپ های بسیار مهم و یکی از مراحل ایجاد اعتماد امی است که ما دسترسی به میدیا از دو جانب صورت بگیره. مقدار فیزی که برای تلویزیون های افغانی یا هر تلویزیون دیگه اینا باید بپردازن برای یک سال در حدود 2.5 لک افغانی است. مالیه بر رسانه های خارجی در پاکستان در حال افزوده شده است که رسانه های پاکستانی در افغانستان بدون هیچ گونه مالیه نشرات دارند. صدها تن در ولایت نیمروز در یک راهپیمایی خواستار اشد مجازات برای عاملان قتل یک کودک 5 ساله شدند. در این راهپیمایی اشتراک کنندگان با ستایش از نیروهای امنیتی به خاطر بازداشت مجرمان از نهادهای عدلی و قضایی میخواهند تا آدم ربایان را به کیفر برسانند. نزدیک به یک ماه پیش 4 آدم ربا یک کودک 5 ساله را از شهر زرنج اختطاف و پس از گذشت یک روز او را به قتل رساندند و جنازه این کودک که به گونه فجیع به قتل رسیده بود پس از 13 روز به دست پلیس افتاد. 4 تن به اتهام قتل این کودک نیز بازداشت شدند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز بخش آنلاین ریاست پاسپورت را گشود. رئیس اداره پاسپورت میگوید که این سیستم برای ثبت نام آنلاین درخواست کنندگان پاسپورت، صدور خودکار پرداخت پول و انتقال پاسپورت به نشانی درخواست کنندگان ساخته شده است. این سیستم در تفاهم و همکاری با وزارت های امور داخله و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و نیز بانک مرکزی ساخته شده است. با ایجاد این سیستم سهولت های ثبت نام آنلاین درخواست کنندگان پاسپورت، پرداخت پول و انتقال پاسپورت به نشانی درخواست کنندگان فراهم خواهد شد. با اساس سیستمی که در اینجا جاگزین شده، با اساس امو استانداردهای بین المللی، باید که پست سری پاسپورت از زمانی که ما پرینت میکنیم به آدرس متقاضی برسانه. حتی این شکل دیجیتال را که میتونیم شاید در منطقه بهترین باشه و خود به سطح جهان ما خواستیم که یکسان بسازیم که حداقل یک شهروند افغانستان در خارج از افغانستان تانسته باشه با یک پاسپورتی که واجد شرایط است که شرایط آل حکم میکنه. بسته که خوارد ما حکم کرد که در جهان سیوم زندگی میکنیم باید برای مزی راستا. تاکنون 900 هزار پاسپورت کامپیوتری به شهروندان کشور توزیع شده است و قرار است سر از روز شنبه روند انتقال پاسپورت به نشانی درخواست کنندگان نیز آغاز شود. اهمیت اصلی از این سیستم در واقع است که ارتباط بین شهروند و یک نهاد دولتی، یک یا دو نهاد دولتی در واقع از طریق دیجیتالی فراهم میشه. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با ایجاد این سیستم خوشبین است و میگوید که سیستم حکومتداری برقی در سرعت بخشیدن کار و نیز از میان بردن فساد بسیار اثرگذار است. منظور از حکومتداری خوب هم
سرعت در کار و از بین بردن فساد اداری و قناعت و رضایت شهروندان فراهم کردن در ارائه خدمات است. در بخش‌های از کشور شهروندان به اینترنت دسترسی ندارند و شماری نیز با کامپیوتر و اینترنت آشنایی ندارند. با این هم این سیستم می‌تواند برای کسانی که به اینترنت دسترسی دارند سهولت به میان آورد و از بیروبار در ریاست پاسپورت بکاهد. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. اما پیش از آن، بسته شدن دو کنسولگری تاجیکستان در افغانستان. تاجیکستان کنسولگری هایش را در ولایت های بدخشان و کندوز بسته کرده است. وزارت امور خارجه می گوید که سفارت تاجیکستان در کابل در نامه رسمی به این وزارت نگاشته است که به علت ناامنی ها کنسولگری های این کشور را در ولایت های کندوز و بدخشان به گناه موقت بسته است. بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان می گوید که قرار بود تاجیکستان در شهر مزار شریف هم کنسولگریش را ببندد، اما مقام های محلی ولایت بلخ مانع این کار شدند و با آنان از تامین امنیت کنسولگری این کشور اطمینان دادند. پس از حمله بر کنسولگری های هند و پاکستان در شهرهای مزار و جلال آباد، تاجیکستان دو کنسولگریش را در ولایت بدخشان و کندوز بسته است. سفارت جمهوری تاجیکستان در کابل تا یک یادداشت رسمی دیپلماتیک به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان اطلاع داده که بنابر دلایل کوچک امنیتی موقتا کنسولگری هایشان در ولایت های بدخشان و همچنین کندوز میبندند. بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان میگوید که قرار بود تاجیکستان کنسولگریش را در ولایت بلخ نیز ببندد، اما مقام های محلی مانع این کار شدند. سه کنسولی که اینا در شمال شرق داشتند، دو تاش دیروز بسته شده و اونا فیض آباد و کندوز ترک گفتند. مزار شریف بنابر خواست استاد عطا محمد نور که نگذاشتشان که مزار شریف ترک بگویند. البته اونا شاید دلیل ناامنی ها را ایراد کرده باشند، ولی ممکن از طرف استاد عطا محمد نور اطمینان داده شده باشه برشان که هیچ نگرانی برای ناامنی وجود نداره. و ولی بدخشان می افزاید که مقام های تاجیکستانی ناامنی ها را انگیزه اصلی بسته شدن کنسولگری آنان در بدخشان می دانند. ما تلفنی بر ما گفتن که بنا به دلایل امنیتی که از کشور خود ما بر ما داده شده که موقتا دفتر به اینجا بسته کنیم. بسیاری از آگاهان گسترش ناامنی ها، افزایش فشارها را از سوی روسیه و نیز برخی از مشکلات فنی را از بسته شدن این کنسولگری ها می دانند. می تانه به عنوان یک دلیل باشه، به عنوان یک دلیل امنیتی و یک تهدیدی که از این رابطه وجود داره، و یا هم یک دلیل سیاسیه که با این ترتیب می خواهن که اعتراض خود در برابر دولت و وضعیت موجود تبارز بده. این در حالی است که پیش از این همواره تاجیکستان اعلام کرده است که افغانستان از لحاظ جغرافیایی برای تاجیکستان به مثابه دروازه به دریاست و از این رو تامین ثبات و امنیت در افغانستان برای تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای دارد. در 5 سال اخیر مبادلات بازرگانی میان افغانستان و تاجیکستان 50% افزایش یافته است و تا کنون میان افغانستان و تاجیکستان 80 سند و تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسیده است. شمار از فرهنگیان و فعالان جامعه مدنی در یک راهپیمایی از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا قانون ثبت احوال نفوذ را عملی سازد و توزیع شناسنامه های برقی را بیدرنگ آغاز کند. این فعالان جامعه مدنی میخواستند از نزدیک خانه رئیس اجرایه تا کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کنند، اما نیروهای امنیتی مانع این کار آنان شد. راهپیمایان بر نشانه اعتراض تمثال رهبران حکومت وحدت ملی را آتش زدند. اعتراض کنندگان توزیع نشدن شناسنامه های برقی را قانون شکنی می دانند و می افزایند که حکومت با تأخیر انداختن توزیع این شناسنامه ها قانون ثبت احوال نفوذ را زیر پا می کند. مدت 3 سال می شه که قانون ثبت احوال نفوذ تصویب شده، از پارلمان هم پاس شده، اما رئیس جمهور اجازه توزیع شناسنامه های برقی را نمی دهد. حلقات در حکومت افغانستان با توجه به نگاه های تباری و منفعت های غیر مشروعشان تلاش کردند که قانون به گروگان گرفته شود.
اعتراض کنندگان حرکتشان را از نزدیک خانه رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی آغاز کردند و می‌خواستند تا کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی بکنند، اما ایجاد موانع از سوی نیروهای امنیتی آنان را خشمگین ساخت. اعتراض کنندگان به نشانه اعتراض تمثال رهبران حکومت وحدت ملی را به آتش می‌کشند. می‌گویند که اعتراضشان مدنی بود، اما این گونه برخورد نشان دهنده رفتار استبدادانه است. این استبدادها جلوی حرکت مردم ما را نخواهند گرفت. ما با پیش میریم، ما جلو میریم، ما در راه قانون حرکت داریم، ما از قانون حمایت میکنیم، هیچ ترس و حراسی هم نداریم، چرا قانون با ماست و حق با ماست. هر ریاست جمهوری باید مجری قانون باشد، نه جعلکار و متقلب. استادن در برابر قانونی که با رأی نمایندگان مردم به تصویب رسیده و شخص رئیس جمهوری آن را امضا کرده است، بازی با آتش است. ارگ نباید دامن رسوایی خود را پهن‌تر کند. اعتراض کنندگان میگویند که اعتراض هایشان را تا به دست آوردن شناسنامه های برقی ادامه خواهند داد. تا لحظات دیگر، کرایه هتل مفشن برای پناهجویان در یونان. باز هم خوش آمدید. یک رشته حمله های انتحاری، تهاجمی و انفجاری در اندونزیا 17 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشتند. پلیس اندونزیا میگوید که این حمله ها پیش از شش امروز در یک قهوه خانه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری این کشور و دفتر سازمان ملل متحد در جاکارتا رخ دادند و درگیری ها میان مهاجمان و نیروهای دولتی پس از 2 ساعت پایان یافتند. در همین حال جنگجویان وابسته به گروه داعش در این کشور مسئولیت این حمله ها را پذیرفتند. جاکارتا پایتخت اندونزیا امروز گواه عملات انفجاری و انتحاری نیرومند بود. از 10 تا 14 مهاجم که مجهز با جنگ افزارهای سبک و مواد انفجاری بودند، پس از انجام یک حمله انتحاری در یک قهوه‌خانه در جاکارتا و گروگانگیری 2 شهروند خارجی به شمول یک آلندی و یک الجزایری با نیروهای امنیتی این کشور درگیر شدند. این درگیری ها که 2 ساعت متواتر دوام کرد با کشته شدن 5 مهاجم به شمول 1 آلندی و 1 کانادایی و 5 تن از نیروهای پلیس پایان یافت. رئیس جمهور اندونزیا این عملات را نکوهش می کند و از مردم این کشور می خواهد که آرامششان را حفظ کنند. مراتب تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان رویدادهای امروز بیان می کنم. ما این حملات را که سبب برهم زدن آرامش مردم می شود، حملات هراس‌افکنان می دانیم و آن را نکوهش می کنیم. هرچند شماری از مهاجمان در دقایق نخست از 10 تا 14 مهاجم گفته شده بود، اما پلیس جاکارتا می گوید که ممکن شماری از مهاجمان موفق به فرار شده اند. ما تدابیر امنیتی را برای مسئولیت بیشتر محلات دیپلماتیک که ممکن اهداف حراس افغانان باشند روی دست گرفته ایم. این عملات که از سال 2009 به این سو در این کشور بی پیشینه گفته شده است، دقیقاً در محل رخ داده است که کاخ ریاست جمهوری این کشور و سفارتخانه های کشورهای خارجی قرار گرفتند. در همین حال گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است و میگوید که هدف از این عملات شهروندان خارجی و ارتش این کشور بوده است. از توجهتان از طلوع سپاس. ادامه خبرها را در طلوع نیوز دنبال کنید. نهادهای خیریه سوئیس و یونان یک هتل مفشن را برای پناهجویان در یونان کرایه گرفتند. مسئولان این نهادهای خیریه میگویند که در این هتل بیشتر افراد آسیب پذیر به شمول بانوان حامله، بزرگسالان و کودکان با خانواده هایشان در این هتل مسکن گزین خواهند شد. در انفجار یک ماین و درگیری میان طالبان و پلیس در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل 6 پلیس کشته شدند و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام های امنیتی زابل میگویند که پس از چاشت امروز در ولسوالی ارغنداب این ولایت نخست یک موتر پلیس با ماین برخورد کرد که پس از آن میان افراد طالبان با پلیس درگیری شد. از سوی دیگر یک مقام امنیتی میگوید که در انفجار ماین 6 پلیس کشته و 12 پلیس دیگر زخم برداشتند.
بر بنیاد تازه‌ترین گزارش‌های وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی در نتیجه عملیات‌های گسترده نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته 25 تن از مخالفان مصالح دولت کشته و شمار هم زخمی شدند. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که قرار است فردا 4 هواپیمای جنگی A-29 که سوی ایالات متحده آمریکا و نیروهای هوایی افغانستان کمک شده است به کابل برسند. بر بنیاد تازه ترین گزارش های وزارت امور داخله و وزارت دفاع، نیروهای امنیتی و نیروهای ویژه در 24 ساعت گذشته در 12 ولایت کشور عملیات های گسترده ای را راه انداختند که در نتیجه این عملیات 25 تن از مخالفان کشته، 15 تن زخمی و 18 تن دیگر دستگیر شدند. با مردم افغانستان در هر جای که هستند از طرف نیروهای امنیتی افغانستان برشان وعده می‌سپاریم که ما با تمام امکاناتی که در اختیار داریم، حتی با دادن جان خود نیروهای امنیتی افغانستان، از وطن دفاع خواهند کرد و ما امیدوار هستیم که مردم هم زیر تاثیر تبلیغات سویی که باز آغاز شده که گویا 2016 سال دشوار خواهند بود، سال پر از چالش ها خواهند بود، زیر تاثیر این تبلیغات سو نرند. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع می گوید که قرار است فردا 4 هواپیمای جنگی A-29 که از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا به نیروهای هوایی افغانستان کمک شده است به کابل برسند. این کمک ها بخش از برنامه 427 میلیون دلاری نیروهای هوایی ایالات متحده است که به نیرو بخشی به نیروهای هوایی افغانستان متمرکز است. سبا 4 طیاره A-29 بالی ثابت ماریوی است، البته تیارات جنگی هلیکوپتر نیست. سبا انشاءالله ساعت 2 بجه به میدان هوایی کابل مواصلت میکنه. به علت نامنی ها در ولایت های گوناگون باشندگان کشور از مشکلات زیاد رنج میبرند. سخنگوی ریاست ارگان های محلی میگوید که برای رسیدگی به این مشکلات نیازمند آن هستیم که وضعیت امنیتی این ولایت ها بهبودی یابد. اداره مستقل ارگانهای محلی رهبری اداره تعهد میدن که به محض تامین امنیت در نقاط مختلف افغانستان و در ولایت هلمند که امروز بحث ما هست، در هر جایی که مشکل امنیت حل شود و عرضه خدمات هم داشته باشه. در حال حاضر گروه های حراس افغان در بخش های زیاد کشور فعال هستند و امنیت این بخش ها را به چالش کشیدند. ولایت های هلمند، ننگرهار، بدخشان، کندوز و غزنی از ولایت‌های ناامن‌تر کشور به شمار می‌روند. گفته می‌شود که بیشتر عملیات‌های نیروهای دولتی نیز در همین ولایت‌ها متمرکز هستند. روند ثبت دارایی‌های منقول و غیر منقول کارکنان خدمات نظامی در ولایت بلخ آغاز شد. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری زون شمال می‌گوید که این برنامه به هدف جلوگیری از فساد مالی در ادارات دولتی روی دست گرفته شده است. وی می‌گوید که یکی از منصوبان نظامی از فرمانده گرفته تا افسر مکلف هستند که فرمه‌های ثبت دارایی‌هایشان را خانه‌پوری کنند و به این اداره تسلیم دهند. توزیع فرمه های ثبت دارایی های منقول و غیر منقول برای فرماندهان افسران نظامی در بلخ. این برنامه سوی اداره مبارزه با فساد اداری زون شمال بر بنیاد مصوبه شورای وزیران به هدف جلوگیری از فساد مالی روی دست گرفته شده است. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری زون شمال ابراز تاسف می کند از اینکه هیچ یک از فرماندهان نظامی از ارتش ملی گرفته تا پلیس ملی در این برنامه شرکت نکردند. آمادگی خود نشان دادن، آماده هستند برای ثبت دارایی خود، آماده هستند، مشکلی وجود نداره. با ما تا هنوز جواب منفی ندادن که ما نمیاییم. در صورتی که نبیاین امروز مشکلاتی که دارن یا چیز دارن، ما فرما را همونجا در خدمتشان روان میکنیم در دفترشان و انشالله اونا آماده هستند که پروسه خود ثبت کنن. پیش از این نیز برنامه ثبت دارایی های منقول و غیر منقول کارکنان خدمات ملکی در بلخ روی دست گرفته شده بود که اکنون رئیس اداره مبارزه با فساد اداری زون شمال میگوید شمار از کارکنان خدمات ملکی از ثبت دارایی هایشان خودداری کردند اما از آنان نام نمی برند. یک تعداد 3-4 نفر هستند ولی نامشان فعلا گرفته نمیتونم. خب هست یک تعداد اداراتی، فعلا یک از جمله ادارات ترانسپورت است. اونا استدلال میکنن که ما سرپرست هستیم ولی ادارات دیگه هم هستند، بخشای حیرتان هستند، یک 2-3 اداره هستند. بر بنیاد مصوبه شورای وزیران هر مأمور اداره دولتی باید دارایی های منقول و غیر منقولشان را ثبت کنند. رئیس دفتر سرپرست ولایت بلخ می گوید این تصمیم شورای وزیران در بلخ عملی می شود و هر مأمور دولت که دارایی هایشان را ثبت نکنند با آنان برخورد قانونی می شود.
تبانی ما بررسی میکنیم ببینیم که علت بی‌توجهیشان در این قسمت چی بوده. شاید بعضشان معذری معقول داشته باشند. اگر نداشته باشند طبیعی است که مطابق حکم قانون امرشان به خرد صورت میگیره. چیزی که قانون ایجاب میکنه امرشان به خرد صورت میگیره. این در حال است که رئیس اداره مبارزه با فساد اداری زون شمال میگوید فساد مالی و اداری در تمامی اداره های دولتی بلخ و ویژه اداره های مالی و تدارکاتی وجود دارد و نیاز است تا جلوی این فساد گرفته شود. بسیاری از روستاها در ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک از وجود جنگجویان پاکسازی شده است. مقام های محلی ولایت میدانوردک میگویند که نیروهای دولتی از 8 روز به این سو عملیات پاکسازی روستاها را از وجود جنگجویان طالب در ولسوالی جلریز راه اندازی کردند. اینجا راه میدانشار ولسوالی جلریز است. مقام های محلی ولایت میدانوردک برای بازدید از عملیات نیروهای دولتی و ولسوالی جلریز می روند. والی میدانوردک می گوید که در این عملیات 8 روزه نیروهای دولتی بسیاری از روستاها از وجود طالبان پاکسازی شده است. در پلان مطابق حق عملیات سپجیمی که باید سر تا ورسیگی در امنیتی قواه ترمنز همه هنگ شوی و زی الحمدلله در جلیز پا ولسوالی که پا مختلف سیمو که تصفیهوی عملیات سر تا ورسیده زی پا ترست که دشمن تا درانه مرگ جوب لاوختیده. فرمانده پلیس میدان وردک میگوید که در این عملیات 5 جنگجوی طالب کشته شدند و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. مشکلاتی که در ولسوالی پیدا شد سال گذشته یا تقریبا همین سال بود هر طوری از ولسوالیتان از شهرتان از محیطتان در پاوی پلیس ما در پاوی ولسوالی ما در پاوی مسئولین ما مردانوار استاد شدند دفاع کردن از خواستان دفاع کردن از عزتان دفاع کردن از ناموستان دفاع کردن از حکومت انتخابیتان دفاع کردن. مقام های امنیتی و محلی میدانوردک می گویند که برای جلوگیری از فعالیت های هراس افغانان 5 پاسگاه امنیتی را در این ولایت ایجاد کردند و از باشندگان محل می خواهند تا با این نیروها همکاری نمایند. فرمانده پلیس ننگرهار میگوید که داعشیان از پشتیبانی آشکار سازمان استخبارات نظامی پاکستان برخوردار هستند و هرچند حمله داعشیان را بر کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد نگران کننده میداند، اما میگوید که داعشیان از سوی پاکستان پشتیبانی میشوند و میگوید که نیروهای امنیتی بررسی هایشان را درباره چگونگی حمله دیروز بر کنسولگری پاکستان آغاز کردند. اما آگاهان نظامی دو کشور بدین باور هستند که گروه های برای منافع شخصیشان میخواهند تا فعالیت های هراس افغانان را در افغانستان گسترش بدهند. یک روز پس از حمله داعشیان بر کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد، فرمانده پلیس ننگرهار حمله داعشیان را بر این کنسولگری پرسش برانگیز میداند و میگوید که نیروهای امنیتی بررسی ها را درباره چگونگی این حمله آغاز کردند، در حالی که حضور داعشیان در این ولایت پررنگتر شده است. فرمانده پلیس ننگرهار سازمان استخبارات نظامی پاکستان را به پشتیبانی از داعش در این ولایت متهم می سازد. د منطقي استخبارات او په خاص ډول د ISI چې د پاکستان استخبارات د مخه دقیق مشتسم نه معلومیږي، دغه داعش چې د مغه ځای څخه تمویلیږي تجهیزیږي او بل اخر زموږ پر خاور کې زموږ پر ولسونو باندې تجاوز کوي تعرض کوي. اما آگاهان نظامی کابل و اسلام آباد میگویند که گروه هایی در منطقه هستند که نمیخواهند روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یابد. گروه های در منطقه هستند در افغانستان و پاکستان که سال و امنیت به نفعشان نمیبینند، چون اونا میخواین از طریق اسلحه و خشونت منافعشان را به دست بیارن. هرگاه مناسبات پاکستان، افغانستان و سایر کشورها بهتر شود، اونا بستری برای حضور در اینجا ندارند. تلاش میکنند که با اجرای عملیات ها اعتماد ملت ها و کشورها را از میان بردارند. به نظر من گروه های در افغانستان و پاکستان وجود دارند که نمیخواهند روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابند. از همین رو آنان میخواهند که فعالیت های هراس افغانانه را در این دو کشور انجام دهند. در این حال شورای ولایتی و باشندگان ننگرهار با انتقاد از آنچه بیپروایی حکومت در نابودسازی داعشیان گفته می شود، هشدار می دهند که اگر برای نابودسازی داعشیان در این ولایت برنامه های اثرگذاری راه اندازی نشوند، این گروه به ولایت های دیگر نیز گسترش خواهد یافت. هر ملک خپل جنگالی لري او هغه جنگالی افغانستان ته آشتوي او دلته ورنه امتحان اخلي
چا جنگالی کوي دي نو کله به داعش حمله کوي کله به طالب حمله کوي د دې شاته خامخا د بهرنیانو لاس دی دغه د پوستی شته دی چک پین شته دی زیاتره چې وګوري هغې دی وسلې سره څنګه مثال یو کس راشي او وسلې سره داخل د هغې زیاته نه وځي امنیتي ارګانونه دي دې په اړه باندې څېړنه وکړي ځکه دلته دولت دی او چک پینټونه دي دلته پولیس ولاړ دي همیشه چې څوک راځي دوی تلاشي ته نه اخلي خو په دې باندې موږ نه پوهیږو چې دا څنګه دلته داخل شوي دي در حمله گروهی بر قونسلگری پاکستان در شهر جلال آباد 7 نیروی امنیتی جان باختند و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این رویداد چند غیر نظامی نیز زخم برداشتند. 5 نهنگ بزرگ در کنار ساحلی هالند تلف شدند. این نهنگ ها که بزرگترین نهنگ ها نامیده شدند پس از آن تلف شدند که با امواج آب به کنار ساحل آورده شدند. اما گروه های نجات در زمان معین نتوانستند آنها را دوباره به آب هدایت کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از تحمل ناپذیری های مذهبی از سوی سیاستگران آمریکایی به شدت انتقاد میکند. باراک اوباما که در یکی از دانشگاه های این کشور سخنرانی میکرد به شدت از سخنان و موضع‌گیری های دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه آمریکا در برابر مسلمانان آمریکا انتقاد میکند و میگوید که این اقدامات امنیت ایالات متحده آمریکا را تهدید میکند. در همین حال باراک اوباما تاکید میکند که مسلمانان جهان و آمریکا متحدان کلیدی حکومت آمریکا در پی کار با هراس افغانی هستند. گیری های شماری از سیاستگران حزب جمهوری خواه آمریکا در برابر مسلمانان خشم باراک اوباما را برانگیخته است. باراک اوباما که پس از سخنرانی سالانه اش در کنگره این کشور که در یکی از دانشگاه های این کشور سخنرانی میکرد از مردم آمریکا میخواهد که به سیاستگرانی که در آمریکا در برابر ادیان و دیگر نژادها تبعیض قائل میشوند رأی ندهند. در همین حال رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مسلمانان جهان را متحدان کلیدی واشنگتن در پیکار با اراس افغانی میداند و هشدار میدهد که این گونه موضع‌گیری ها امنیت آمریکا را تهدید میکند. زمانی که سیاستگران به ویژه مسلمانان آمریکا را که در یونیفرم ارتش آمریکا در برابر اراس افغانان می جنگند توهین می کنند، زمانی که مسجدها سوزانده می شود، این کارها نمی تواند ما را مسئول نگه دارند. مسلمانان جهان همه متحدان کلیدی ما در پیکار با اراس افغانی هستند. پس از عملات مرگبار شهر پاریس و عملات در شماری از ایالات آمریکا، تبعیضات مذهبی در برابر مسلمانان در این کشور افزایش یافته است و تا کنون شماری از مساجد در این کشور از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شدند. نخستین مرکز بسته‌بندی کامپیوتر و تلفن‌های همراه در افغانستان صادراتش را به بیرون از کشور آغاز کرده است. مسئولان مرکز بسته‌بندی کامپیوتر و تلفن‌های همراه بلوسونیک می‌گویند که از چند ماه به این سو آنان کامپیوتر و تلفن‌های همراه را به گونه حرفه‌ای بسته‌بندی می‌کنند و به نام افغانستان به بازارهای خارجی به ویژه پاکستان، اتیوپیا و آسیای میانه صادر می‌کنند. اینجا نخستین مرکز بسته‌بندی کامپیوتر و تلفن‌های همراه بلوسونیک در کشور است. مسئولان این شرکت میگویند که تلاش دارند زمینه‌های آموزش و توسعه فناوری جدید را در کشور فراهم سازند و اکنون کامپیوتر و تلفن‌های همراه به نام افغانستان به بازارهای خارجی صادر می‌شود. دولت می خواهش داریم که بتواند اگر شود که تولیدات افغانی خود ترجیح بدن نظر به برندها یا کمپانی دیگه و در نهایت های دولتی از کمپانی افغانی خود یا بلوسنی خریداری شوند. در هر قسمت اگر تلویزیون است، موبایل است یا لپتاپ یا کامپیوتر دسکتاپ است، انشاءالله کنان همکاری خواهد بود. از سوی دیگر مسئولان این شرکت میگویند که بسته‌بندی کامپیوتر و تلفن‌های همراه در این شرکت با گونه معیاری بسته‌بندی می‌شود. بلحال انتا صدا پروژه تیمینی و پندوس پیس پروژه تی با مشخصات دو کورای سیون و اردسکو وان تیوی اردسکو و نور اردر رو داشتن ترازی منگتا منگتا خیلی کولیتی مواد نه دو پروژه لگار استفاده کنم. مسئولان این شرکت میگویند که کامپیوتر و تلفن‌های بسته‌بندی شده در داخل کشور از بازار خوب برخوردار است و از حکومت می‌خواهند از چنین شرکت‌های حمایت کند.
مسئولان وزارت مالیه میگویند که از گرد آوری مالیات انتفاعی، مالیه بر خدمات مخابراتی و مالیه بر فروش گاز در پیشبرد پروژه های توسعه کشور به گونه شفاف کار گرفته خواهد شد. سخنگوی وزارت مالیه تاکید می‌ورزد که حکومت در تلاش است با دریافت منابع دراز مدت درآمدهایش را افزایش دهد تا با عملی شدن پروژه ها در وضعیت زندگی شهروندان تغییر به میان آید. وزارت مالیه میگوید که حکومت درآمدهایی که از مالیات انتفاعی، مالیات مخابراتی و مالیات دو افغانی در هر لیتر گاز و نفت وارداتی در کشور به دست می آورد برای پیشبرد پروژه های توسعه‌ای در کشور به کار خواهند رفت. پولی که از طریق مالیات انتفاعی، پولی که از طریق فیس خدمات مخابراتی و پولی که از طریق محصول گمرکی مواد نفتی به دست می آید داخل بودجه ملی افغانستان میشه و از طریق بودجه دوباره دمی کشور و دمی وطن به مصرف میرسه. شما بهتر میدانید که نیچر یا طبیعت مالیات هم همی است که جمع‌آوری میشه دوباره پس در افغانستان به مصرف میرسه. ما یک پیشبینی داریم که بتانیم از طریق از این پول تا یک حد بودجه ملی خود تامین کنیم. ترمین حال آگاهان اقتصادی میگویند که وضع مالیات به هدف افزایش درآمدهای حکومت یک گام مؤثر است، اما وضع این مالیات در شرایط کنونی که مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و سود کشور نیست و این کار بیشتر طبقه نادار کشور را متضرر خواهد ساخت. مالی انتفاعی که در حقیقت بالای واردات و تولیدات انجام میشه بدون از اینکه چی مصرف شده، این از مجموع مالی انتفاعی گرفته میشه. ما فکر میکنم که باعث افزایش قیمت ها در بازار میشه. مالی که بالای تیل و گاز مطرح شد باعث افزایش قیمت ها در بازار میشه و باقی مونده. ما فکر میکنم که فعلا شرایط فعلی درآمد مردم به حدی است که گنجایش افزایش قیمت ها و مصارف ندارن. این در حالی است که به گفته وزارت مالیه که قرار است سال آینده در حدود 10 میلیارد و 500 میلیون افغانی در بخش حق العبور، مالیات مخابراتی و مالیات انتفاعی گردآوری شود. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه. ادامه خبرها. امسال با استخراج 110 هزار تن زغال سنگ از معدن دره صوف 2 میلیارد افغانی به دست آمده است. هرچند گفته می شود که پارسال درآمدهای این معدن بیش از 2 میلیارد افغانی بوده است، اما سخنگوی وزارت معدن می گوید که امسال شفافیت بیشتر در گردآوری درآمدهای این معدن سبب شده است که استخراج زغال سنگ کمتر اما درآمدها افزایش یابند. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم میگوید که برای شفافیت و نظارت جدی از معدن زغال سنگ دره صوف امسال نسبت به سال پار استخراج از این معدن کمتر اما درآمدهای آن بیشتر شده است. آنان میگویند که سال گذشته با استخراج بیش از 190 هزار تن زغال سنگ از این معدن بیش از 2 میلیارد و 50 میلیون افغانی درآمد به دست آمده بود، اما امسال با استخراج 110 هزار تن زغال سنگ در حدود 2 میلیارد افغانی درآمد از این معدن به دست آمده است. با استخراج کم عواید بسیار زیادی به دست آوردیم و ما باور داریم که این روند اگر ادامه بدیم سالهای آینده همچنان ما میتونیم هم رویالتی بیشترتری هم پول بیشترتری جمع آوری کنیم در مقابل استخراج کم که این عواید کاذبر از بین میبره. از سوی دیگر شماری از آگاهان امور اقتصادی از وزارت معدن و پترولیم میخواند که برای استخراج معیاری معدن و افزایش درآمدهای آن برنامه های روشنی را روی دست گیرند. تا جایی که ما شاهد هستیم منابع طبیعی کشور خصوصا معدن کشور به شکل بسیار ظالمانه و غیر منصفانه وست میشه و به اصطلاح حکومتی تحت مدیریت دولت نیستک و نمیتونیم که درست بهره برداری امو مناسب ما از معدن خود داشته باشیم. به گفته مسئولان وزارت معدن و پترولیم این وزارت تلاش دارد که جلو هر گونه استخراج غیر قانونی و غیر معیاری در معدن زغال سنگ دره صوف را بگیرد و با این کار درآمدهای این معدن بیشتر خواهند شد.
نخست وزیر روسیه از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در این کشور هشدار می‌دهد و می‌گوید که کاهش بهای نفت و کاهش رشد صنایع اقتصاد روسیه را متضرر کرده است و اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد روسیه به سوی بحران اقتصادی خواهد رفت. در همین حال شمار از آگاهان در روسیه می‌گویند که دولت با توجه به مشکلات کنونی باید برنامه‌های گسترده روی دست گیرد. نخست وزیر روسیه میگوید اقتصاد روسیه متکی بر نفت و صنعت است و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش رشد صنعت در روسیه اقتصاد این کشور را متضرر کرده است و حکومت میخواهد برای کنترل این وضعیت تولیدات داخلی را رشد دهد و همچنان تاکید میورزد که بهای نفت تمام کشورها را متضرر کرده است. اگر بهای نفت در بازارهای جهانی به همین گونه باشد، اقتصاد روسیه به سوی بدتر شدن خواهد رفت و این کار تاثیر بد بر بودجه سالانه خواهد داشت. اما باید برای کنترل این وضعیت برنامه های بزرگ طرح‌ریزی شود. به گفته آگاهان در روسیه یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی روسیه افزایش صادرات به کشورهای بیرونی و حمایت های لازم از صنایع است. میری پوشان کرکت زیر سن 19 سال افغانستان به کابل بازگشتند. این کرکت بازان کشور اردوگاه تمرینی را در هند برگزار کرده بودند و همچنان چند دیدار دوستانه نیز با تیم زیمبابوه و نیپال برگزار کردند. قرار است تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال کشور هفته آینده برای حضور در جام جهانی زیر 19 سالگان رهسپار بنگلادش شود. میدان هوایی کابل بار دیگر میزبان کرکت بازان کشور بود و این بار کرکت بازان تیم ملی زیر سن 19 سال افغانستان. این کرکت بازان نزدیک به دو ماه اردوگاه تمرینی را در هند برگزار کردند و چند دیدار دوستانه نیز با تیم های زیمبابوه و نیپال انجام دادند. این اردوگاه تمرین به هدف آماده ساختن ملی پوشان کرکت زیر سن 19 سال کشور برای حضور موفق در جام جهانی که در بنگلادش برگزار خواهد شد برگزار شده بود. لوبډاله پوره تیار ده او په همدې میاس کې په 19 تاریخ به دوی بنگلاديش تزي سال ته په نړیوال جام کې حصہ واخلي. د زیمبابوي ټیم سره سیریزو د څلورو میچو نو سیریز کې موږ غوښته په څلور صفر ماته ورکړه. شپږ لوبې د هندستان او پیاوړي لوبډاله سره لوبي وو چې خوشبختانه لوبي هم موږ وګټلې. جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال از 22 جنوری در بنگلادش آغاز خواهد شد. ملی پوشان کرکت کشور در این رقابت ها در گروه دوم با تیم های پاکستان، سریلانکا و کانادا هم گروه است. رقابت های والیبال انتخاباتی تیم ملی والیبال افغانستان با قهرمانی تیم امنیت به پایان رسید. دیدار پایانی این رقابت‌ها میان تیم‌های امنیت و جهان اسپورت برگزار شد که در پایان با برتری تیم امنیت به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور 12 تیم برگزار شده بود و در پایان 18 چهره برتر برای عضویت در تیم ملی والیبال برگزیده شدند. در دیدار پایانی این رقابت‌ها تیم امنیت موفق شد در سه میدان پی در پی و با نتیجه 3-0 جهان اسپورت را شکست دهد و بر سکوی قهرمانی این رقابت ها بیستد. همچنان پانتون خراسان ننگرهار نیز در جایگاه سوم ایستاد و داوود مبارز از تیم جهان سپورت به عنوان بهترین بازیکن این رقابت ها برگزیده شد. سطح والیبال ما نسبت به سالهای قبل از رنکینگ جهانی از 131 به 79 و در سطح آسیا از 60 به 20 رسیده. همین خودش یک شاهد دست آورد سطح والیبال است که بسیار بلند رفته. دو تیم برتر در این مسابقات فاینال بارند، یک تیم امنیت ملی و دوم تیم جهان سپورت. مسابقات بسیار از نقطه نظر فنی و تکنیکی به شکل درست منظم و استاندارد برگزار شده. تیم ها بسیار قوی بودند، با بازیکنان خوب آمده بودند. فدراسیون والیبال میگوید که در پایان این رقابت ها 18 چهره برتر برای حضور در بازی های المپیک جنوب آسیا به تیم ملی والیبال دعوت شدند. فدراسیون والیبال میگوید که هدف از برگزاری این رقابت ها رشد و بهبود والیبال در کشور بوده است. بارسلونا با برتری 2-0 در برابر اسپانیول در بازی برگشت مرحله 1/8 نهایی جام حذفی و جام 8 تیم برتر این رقابت‌ها راه یافت. در این دیدار منیر احدی در دقایق 32 و 88 برای بارسلونا گلزنی کرد و با توجه به برتری 4-1 بارسلونا در دیدار رفت، این تیم در مجموع با نتیجه 6-1 به برتری دست یافت و به دور بعدی این رقابت‌ها صعود کرد. با پخش همین گزارش خبرهای ساعت 10 هم به پایان میرسه. از توجهتان سپاسگزارم. شبتان خوش.
بارسلونا با پیروزی 2-0 در برابر اسپانیول و برتری 6-1 در مجموع دو دیدار راهی مرحله بعدی رقابت‌های کوپا دل ری شد. شاگردان لویس انریکه که در دیدار رفت 4-1 رقیب همشریش را شکست داده بود، در دیدار برگشت هم با 2 گل به برتری رسیدند و با اقتدار راهی مرحله بعدی شدند. طبق انتظار بازی با برتری بارسایی ها آغاز شد و بازیکنان این تیم کاملا بر بازی مسلط بودند، اما 11 دقیقه طول کشید تا بتوانند اولین موقعیت جدیشان را ایجاد کنند. روی حرکت خوب لیونل میسی و ضربه او بود که باردی دروازه‌بان اسپانیول مجبور به واکنش شد. برتری بارسا و بازی تدافعی اسپانیول ادامه داشت و البته این واکنش های باردی بود که مانع از باز شدن دروازه میزبان میشد، تا اینکه در دقیقه 32 سرانجام قفل دروازه اسپانیول توسط منیر الاهدادی شکسته شد. میسی پس از اینکه مدافعان حریف را به هم ریخت با یک پاس عالی منیر را در موقعیت گلزنی قرار داد و او هم پس از عبور از باردی براحتی دروازه را باز کرد. عملات بارسلونا ادامه پیدا کرد، اما در دقایق پایانی نیمه نخست تیم اسپانیول می توانست به گل تساوی برسد، اما خروج خوب تراشتگن مانع گلزنی کایسدو شد و نیمه نخست با همان یک گل به پایان رسید. نیمه دوم را اسپانیول بهتر آغاز کرد و موقعیت‌های بهتری نسبت به بارسا ایجاد کرد، اما کم دقتی بازیکنان این تیم و واکنش‌های خوب تراشتگن مانع به ثمر رسیدن گل تساوی شد. در ادامه بازیکنان بارسا بار دیگر توپ و میدان را در اختیار گرفتند، اما دفاع فشرده بازیکنان میزبان مانع رسیدن آنها به گل شد. اما سرانجام در دقیقه 88 بارسایی ها توانستند به گل دوم برسند. روی یک زد حمله سری و همکاری مسی، آردا توران و ویدال در نهایت منیر الاهدادی صاحب موقعیت شد و او هم با ضربه دقیق نتیجه کار را 2-0 به سود بارسا کرد و در لحظات باقی مانده توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و بارسا با اقتدار رایی مرحله بعد شد.